در این برنامه دستگاه چهارگاه را معرفی می کنم و قبلا مختصری راجع به گام چهارگاه سخن می گویم. گام چهارگاه شباهت به گام بزرگ و کوچک ندارد. بعضی خواص گام بزرگ را دارد و برخی خاصیت ها را از گام کوچک گرفته است. یکی از گام های خوب مشرق زمین است که نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای شرقی هم به کار می رود. از لحاظ علمی باید گفت که دانگ های آن مساوی است، محسوس دارد، یعنی فاصله درجه هفتم و هشتم نیم پرده است. سومش مانند گام بزرگ است. چهارم و پنجمش درست است، ولی فاصله های دوم و ششم آن از بزرگ کمتر است. در حقیقت می توان گفت که گام چهارگاه نماینده جامع و کاملی است از تمام حالات و صفات موسیقی ایران، یعنی هم نغمات محزون دارد و هم نغمات شاد، و در این مایه می توان آهنگهای بسیار متنوع ساخت. ضمناً بگویم که چهارگاه را معمولاً در تار در پرده دو می نوازند و در ویولون در پرده ر اجرا می کنند. البته این راست کوچ است، ولی اگر چپ کوچ باشد در تار در پرده سل و در ویولون در پرده لا اجرا می شود. در این برنامه چهارگاه را در پرده دو می نوازیم و علامت ترکیبی آن لا کرون و ر کرون است. حالا از آقای زرین پنجه خواهش میکنم نمونه ای از گام چهارگاه را برای شما بنوازند. اکنون که به گام چهارگاه آشنا شدید، چند نغمه در این مایه برای شما نواخته می شود که آشنایی بیشتر با این آواز پیدا کنید. حالا نواختن دستگاه را مطابق ردیفی که از قدیم معمول بوده آغاز می‌کنیم. قسمت اول، چهار مضراب. ¶¶
قسمت دوم، درآمد اول چهارگاه. قسمت سوم، درآمد دوم چهارگاه. قسمت چهارم، درآمد سوم که در اینجا به پرده مویه هم اشاره می شود. نغمه پنجم، کرشمه، یعنی همون نغمه سه‌ضربی که در همه آوازها معمول است. آهنگ ششم نغمه ایست به نام پیش زنگوله که دو ضربی است. Thank you.
آهنگ هفتم نغمه ای است به نام زنگوله که آهنگی است سه ضربی. نغمه ای که شنیدید ضمناً قطعه ای دنبالش بود به نام مویه صغیر. حالا نغمه دیگری را می شنوید که به وزن کرشمه است، موسوم به نغمه. اکنون زنگ شتر را می شنوید. قسمتی از ردیف چهارگاه را شنیدید. حالا صفحه کمانچه هایک را که سالها قبل ضبط شده می شنوید. این نوازنده که در نواختن کمانچه مهارت و ذوق مخصوص داشت به سبک خاصی چهارگاه را نواخته است که قابل دقت است.
اکنون صفحه ای دیگر در چهارگاه خواهید شنید. در این صفحه مرحوم رضا قلی میرزای زلی آواز چهارگاه و حصار و مخالف را به همراه پیانوی آقای مشیر همایون شهردار خوانده است که از نمونه های بسیار خوب موسیقی کلاسیک ایران است. Thank you.
همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنش. سخن در آواز چهارگاه است. برنامه امروز را نخست با تصنیفی به نام غم بلبل که از ساخته های آقای پرویز ایرانپور است آغاز می‌کنیم. این تصنیف را هنرمند خوش‌آواز بانو روح‌انگیز خوانده است و آهنگ تصنیف با رنگ چهارگاه پایان می‌یابد. Boş ne kadar geldin.
گردد فکر چون گل بزر گردد همی بل بل شود تیره روز من و تو جهان باشد تو را دشمن به سوزاند تو را خرمن بکن گشتی ای دل بر من Thank you.
حالا دنباله دستگاه چهارگاه را میشنوید. آهنگی است به نام زابل که در اینجا توقف نغمات روی درجه سوم چهارگاه است. زابل دو درآمد دارد و قسمتی هم دنبال آن نواخته می شود که موسوم است به زابل گبری. این آهنگ موسوم است به مویه. در اینجا نوت سول کرون می شود و راهی است برای انتقال به چهارگاه فا. در اینجا نغمه ایست موسوم به حصار که در حقیقت چهارگاه سول است. در حصار نیز گوشه های بستنگار و زنگوله و نغمه و کرشمه و آهنگی به نام هوزان و آهنگی دیگر به نام پس حصار نواخته می شود و سپس از حصار به چهارگاه فرود می آید. Thank you.
اکنون صفحه از آواز چهارگاه را که آقای بنان خوانده اند می شنوید. Yeah!
از دنباله دستگاه چهارگاه سخن میگویم. آهنگی است به نام مخالف که هم در سگاه و هم در چهارگاه نواخته می شود و نغماتی به نام حاجی حسنی و بستنگار و دو بیتی هم زمینه آن است. ضمناً باید شما را متوجه کنم که آهنگ مخالف روی درجه ششم چهارگاه توقف می کند و سپس به درجه چهارم فرود می آید و بیشباهت به همایون نیست، ولی در خاتمه به چهارگاه می رود. پس چنان که ملاحظه می کنید، از چهارگاه به وسیله مخالف می توانیم به همایون برویم و دوباره به دستگاه اصلی برگردیم. حالا مخالف چهارگاه را با ملحقاتش می شنوید. Thank you.
اکنون آهنگی نواخته می شود که مقلوب نام دارد و در حقیقت اوج آواز است. این گوشه در سگاه هم نواخته می شود. در مقلوب نیز گوشه هایی به نام نغمه و کرشمه نواخته می شود. حالا مقلوب را با ملحقاتش بشنوید. آهنگ دیگری نواخته می شود که رجز یا ارجوزه نام دارد و با این نغمه اشعار حماسی خوانده می شود. معمولا داستان سرایان ابیاتی از شاهنامه فردوسی را با این آهنگ می خوانند. بنابراین وزن شعری آن بحر متقارب است، مانند فعولون 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 فعول که رستم یلی بود در سیستان. خاتمه چهارگاه نغمه ای نواخته می شود که منصوری نام دارد و اوج آواز است. در منصوری نیز گوشه ای به نام نغمه نواخته می شود. حالا نغمه منصوری را بشنوید. نواختن ردیف دستگاه چهارگاه به پایان رسید. حالا صفحه‌ای برای شما می‌گذاریم. نامش وصال دوست است
آهنگش از استاد علی نقی وزیری است. آواز اون را بانو روح‌انگیز خوانده است. فصال روی تو جویم، به جز راه تو نپویم، ز کوی تو چو گذشتم، اسیر زلف تو گشتم، گرانیم گر از این در درآیم از در دیگر. آه جور روزگار کج دست آزردم، آه فراق روی تو ای دلدار آزردم، سجده رویت سر سروزم، حیران رویت یعبیبم، برده از دل صبر و شکیبم، ما بر حال دارم دیگه تا به دوری ندارم. تا به دوری رویت نراه وطن بکویت، نطاقتی که توانم که سوز دل بنشانم، چون عبد از تو نبیدی مرا دگر چه امیدی. Daddy!
فکنی بر من تو نظری، من گدا و تو پادشاهی. Oh.